همراه هستیم با دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران. آقای دکتر صادقی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، با توجه به انتقادات گسترده از نظام سهمیه بندی در دانشگاه ایران و تأثیرات منفی آن در کیفیت تحصیلات و فرار مغزها، چه راهکارهایی برای اصلاحات این نظام و ایجاد عدالت آموزشی پیشنهاد میکنید؟ بفرمایید. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان محترم. من گزارشتون رو گوش کردم به طور کامل. شما این گزارشی به طور مشروع و مبسوط واقعا پاسخ این قضیه داده شده. چیزی که من میخوام اضافه کنم اینه که الان شرایط خوبی پیش اومده، الان که دولت پزشکیان با همه شعارهای عدالت و اینی که همه مملکت مال همه است و حالا دیگه فقط مال خودی ها نیست، الان فرصت خوبی به نظر من پیدا شده. به نظر میرسه که تیم ایشون هم با اقداماتی که در دانشگاه انجام دادن در بحث تغییر بعضی از رؤسای دانشگاه ها، اراده اینو دارن که این موضوع رو هم ببینید. ما هر سال موقع کنکور که میشه انواع و اقسام مسائل در مورد لو رفتن سوالات کنکور، بی‌عدالتی در ورود به دانشگاه ها، این مسائل رو داریم. هر سال هم این مسائل مطرح میشه، راه حل‌های ارائه میشه، ولی اقدام عملی انجام نمیشه. به نظرم الان فرصت خوبی هستش که دولت آقای پزشکیان برای تحقق شعارهای خودش به این موضوع هم توجه داشته باشه و این نظام بالاخره یه روزی، هر سال این موضوع مطرحه، یه جایی باید این قضیه متوقف بشه. ما که 30 سال پیش دانشجو بودیم، دانشگاه پر سهمیه‌ای بود، میگفتن چند سال دیگه این سهمیه‌ها تموم میشن، ولی متاسفانه نه تنها تموم نشدن، الان اصلا یه چیزای اضافی میشه، مواردی اضافه میشه. بحث حالا ما که علوم انسانی بودیم، ولی الان بحث شما رو رشته‌های پزشکی، خیلی حساس‌تر هستن. کسی که میخواد فردای پزشک، جراح، متخصص بشه، سوادش وقتی نداره، با جون مردم داره بازی میکنه. از اون برم خب این باعث میشه که خیلی از جوونا چه قبل از دانشگاه و بعضی هم بعد از دانشگاه تصمیم میگیرن کشور برن. سالانه میلیاردها خسارت ما داریم میبینیم از بابت این موضوع و مسائلی که هستش دیگه، و در گزارش شما به خوبی این موضوع تشریح شد. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین‌الملل از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.